ابا سلط هلوی خادم خورشید. ابا سلط یکی از اصحاب خاص علی ابن موسی رضا علیه السلام و خادم و محرم اسرار آن حضرت بود. در این مقاله با سیمای تابناک او آشنا می شوید. ابا سلط که تا آن زمان در علم حدیث شهرت بسزایی یافته بود و از مراکز علمی آن روز یعنی شام، حجاز، یمن، عراق و جاهای دیگر دیدن نموده بود و با مشایخ آن زمان ارتباط برقرار کرده بود، برای استماع احادیث جدید به نیشابور وارد شد. وقتی مشاهده کرد که این شهر از حوزه‌های بزرگ علمی و حدیثی است، در آنجا اقامت گزید. هنگام ورود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به نیشابور، ابا سلط نیز در این شهر بود. حدیث معروف سلسله الذهب را که در آن شهر امدا فرمود، ابا سلط نیز آن را نقل نموده است. ابا سلط می گوید هنگامی که امام خواستند از نیشابور به طرف طوس بروند، حافظان و ائمه اهل حدیث نزد آن حضرت آمدند و از وی خواستند تا حدیثی از جدش برای آنها املا فرماید. ابا سلط بعد از حرکت امام رضا علیه السلام از نیشابور، همراه وی از نیشابور خارج شد و به طرف طوس و مرو حرکت نمود. هنگامی که امام رضا علیه السلام به نزدیکی سناباد رسید، متوجه شدند که مردم از سنگ کوه برای طبخ غذا دیگ می تراشند. امام رضا علیه السلام به آن کوه تکیه داد و دستور داد برای آن حضرت نیز دیگی از آن سنگ ها بتراشند و در آن غذا طبخ نمایند. سپس همراه امام رضا علیه السلام وارد مرو شد. ابن حجر می گوید ابا سلط در همه مجالس و محافل با امام رضا علیه السلام بود و هنگام مناظرات به احتجاجات امام با رؤسای ادیان و متکلمان و دانشمندان حاضر بودند. ابا سلط بعد از شهادت جانسوز علی ابن موسی رضا علیه السلام دوباره به نیشابور بازگشت و به مناظرات و بحث‌های علمی و حدیثی مشغول شد. وفات عبدالسلام ابن صالح ابا سلط هروی با عمری پر برکت در نشر احادیث اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و بحث و مناظره با منکرین دین و مخالفین و خدمتگزاری سالهایی از عمرش به حضرت امام رضا علیه السلام در سال 232 یا 236 هجری قمری دار فانی را وداع گفت و دوستداران علم و حدیث را داغدار نمود.